جنرال مراد علی مراد والی فاریاب می شود. و نام خداوند بخشاینده و مهربان. باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چینل دیلی پرس. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما بوده و چینل ما را سابسکرایب نمایید. تا از جدیدترین ویدیوهای روزانه ما با خبر شوید. و نقل از صفحه رسمی عبدالرؤوف شیرزاد، جنرال مراد علی مراد والی فاریاب می شود. یک منبع می گوید مارشال دوستم جنرال مراد علی مراد را به حیث والی فاریاب پیشنهاد کرده است. در عین حال رزاق مامون در برگه فیسبوک خود می نویسد مارشال دوستم چرا این بار ضرب شست نشان می دهد؟ به نظر می رسد که اجماع منطقی وجود ندارد و کنفرانس استانبول به نحو سبوتاژ شده است. دو هفته بعد از ملاقات مارشال دوستم با رجب طیب اردوغان و دیگر سران ترکیه، اعتراضات تهدید آمیز جنبش ملی علیه تعیینات اشرف غنی رنگ دیگری به خود گرفته است. مارشال دوستم در سفرها و دیدارهایش با ارگانهای ارشد دولت ترکیه هیچ پنهان کاری نمی کند. و بعد از دیدارهایش با مردان قدرتمند در انقره، بازتابی آنی و چالش انگیز در افغانستان نمی داشت. در این میان آیا تعیینات معنادار اشرف غنی است؟ سر بیفکری و لجاجت است؟ به نظر می رسد چنین نیست. متحدان منطقی اشرف غنی، هند و ایران با تمام قدرت به هدف مدیریت و نظارت بر اوضاع بسا خروج امریکا و ناتو با هم کنار آمده اند. خیلی منطقی بود که این چنین مبارزه کارساز و قاطع زمانی شروع می شد که اشرف غنی در دوره اول ریاست جمهوری خویش 1 میلیون رای ترک تبارها را در صندوقش ریخت و در عوض شخص مارشال دوستم را از کابل راند و پیش از یک هفته اجازه اش نداد که به دفتر صدارت معاونیت اول برود. وی دستور قاطی مبنی بر زدن مرمی بر فرق والی تحمیل غنی در فاریاب را زمانی باید صادر می کرد که تیاره حامل وی به حیث یک رهبر و یک نظامی مقتدر اجازه نیافت که در زادگاه و یا قلمرو افغانستان فرود آید. این پنجه در پنجه اندوزی به خاطر یک والی به اختلاف نه اجماع منطقی دلالت دارد که می تواند بسیار هولناک باشد. هند و ایران هرگز اجازه نمی دهند که نقش آنها به نفع پاکستان و ترکیه و عربستان کمرنگ و یا مصادره به نام یک صلح یک جانبه با طالبان در واقع به قدرت آوری طالبان شود. به نظر می رسد که نشست ترکیه سبوتاژ شده باشد. ایران چندین مرتبه هشدار داد که دادن نقش حاشیه‌ای کمرنگ به ایران در تعامل با صلح و جنگ افغانستان عواقبی دارد. خیالات هندی که معلوم هست. اثر عکس حرکتی سیاست هندی را امروز وزیر خارجه پاکستان در سخنانش مدبلور کرد. او در محضر پارلمان با آشفته حالی گفت که سیاست دوگانه خطرناکی در حکومت کابل حاکم هست و پاکستان تلاشهایش را برای یک صلح پایدار در افغانستان به انجام رسانده، اما مقامات کابل در ملاقاتها بر توافقات سهم می‌گذارند. سپس رجال دیگری حرف خلاف آن را بر زبان می‌آورد. ترکیه در تبارزات فرامرزی خویش در خاور میانه از دست ایران شکست خورده
و منزوی شده است. سیاست ترکیه در جهان اسلام تحت الشهای حمایت های پرهزینه و عملی ایران از فلسطین، لبنان و یمن، نقش ترکیه را که دعوای حق حوال در رهبری جهان اسلام را در سر دارد، قوس نزولی به خود گرفته است. به نظر می رسد که اردوغان قصد دارد چیزهایی را که در دیگر نقاط در سیاست بین المللی از دست داده در افغانستان جبران کند. با این ترتیب یک جنگ استخوان شکن قومی در شمال متمهل الوقوع است. در عین حال دوسیه های نسبتی و جرمی مارشال عبدالرشید دوستم به دادگاه بین المللی لاه محول شود. آقای دوستم 5 دوسیه بزرگ جرمی دارد که به زودی از سوی حکومت افغانستان به دادگاه لاه سپرده خواهد شد. در عین حال با نقل از صفحه رسمی بشیر احمد قاسانی، عطا محمد نور از داوود لغمانی ولی جنجولی فاریاب حمایت کرد. معاون آقای نور امروز به دیدار آقای لغمانی در لوای ارتش رفته است. در عین حال و نقل از گزارشنامه افغانستان، اشتباه جدی جنبش ملی در فاریاب، خطای محاسباتی جنبش ملی اتحاد تاجیکی و پشتون را علیه خود شکل می دهد. در عین حال و نقل از صفحه رسمی کوهزاد نیوز، کشته شدن نزدیک به 50 تن از گروه طالبان در ولایت لغمان. مقام‌های محلی ولایت لغمان می‌گویند که پس از چاشت امروز نیروهای قوای هوایی دولت افغانستان چندین محل را در ولسوالی الشکنگ این ولایت بمباران کرده اند که در نتیجه نزدیک به 50 طالب مسلح کشته و زخمی شده اند. طالبان تا اکنون در مورد این گزارش چیزی نگفته اند. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما بودید. ما منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما دوستان هستیم. جهت حمایت از ویدیوهای روزانه ما، چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و نگهدارتان.